آها لج کردی، تنها خونت گذاشتم اومدم میخواستم برگشتم تو خونه، جلوی خودم جیش کردی که بگی آها حقت. بچه ها سگ ها لج بازی ندارن، سگ ها مثل من و تو انسان نیستن که لجوج باشن. لج بازی اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه من از قصد میخوام یه کاری کنم که حرص تو رو در بیارم. سگ ها اصلا همچین تعریفی تو مغزشون نیست، این خصلت بد ما انسان هاست. سگ ها همچین خصلتی توشون اصلا وجود نداره که بخوان یه کاریو که میدونن بتونن انجام بدن به خاطر اینکه تو رو حرص بدن بیان اون کار رو انجام بدن. هیچ وقت سگ همچین چیزی نداره. سگ ها چه اتفاقی میفته که شماها فکر میکنین لج میکنن؟ سه تا اتفاقه. بلد نیستن ولی تو اصرار داری که بلدن. براتون مثال میزدم. آقای قادپدر جانم، من به سگم فرام اینو یاد دادم. آفر، آره سگم 30 روزشه، بهش میگم مادر بمیره برات، خودشو میگه اینجوری میکنم. میگم مگه میشه خانم، از آگرین با 3 سال سابقه ورزشی و تمرین و فلان، به خدا اینجوری نیست. میگه وایسا بهت نشون بده. مادر قربونش بشه، حالا مثلا دنبال اینه بگه نه مادر تو رو خدا تو فلان، بعدش میبینه هیچ اتفاقی نمیفته، میگه اینها آقای قادپدر بکن لج کرد، لج کرد. بابا چه لجی، سگت بلد نیست، سگت هنوز یاد نگرفته، تو توهم داری، اون به خدا بلد نیست. آقای قادپدر من سگم رو آوردم آموزش دستشویش عالی. میگم خب آفرین چیکار کردی؟ میگه هیچی، آوردمش خودش دیگه فهمید چیکار کنه. بهش میگم خب نه، خب هنوز یاد نگرفته درست. آقای قادپدر همه رو درست انجام میده. میگم خب خدا رو شکر، پس چرا به من گفتی بیام سر خونتون، سر کلاس خونه؟ بچه ها راستی برای رزرو کلاس های داخل منزل میتونین با شماره زیر تماس بگیرین، 0972-76-76-66-1، و بچه ها بهتون اول اینکه مشاوره رایگان میدن و بعد مشکلتون رو حل میکنن. خانم پس چرا گفتی من بیام؟ آقای قادپدر به خاطر این گفتم که مثلا این کار حالا مثلا بهتر بشه. میگم اوکی، فردا میرم، فرداش زنگ میزنم. آقای قادپدر این دیروز که شما اومدی ها، از دیروز که شما اومدی شروع کرده همه دستشویش، اصلا لج کرد، فهمید براش میخوایم مربی بگیریم این لج کرده. بچه ها سگ ها لج بازی ندارن، واقعا بلد نیستن، هنوز درست نرفته تو مخشون، هنوز کامل شرطی نشدن، هنوز کامل یاد نگرفتن یک موضوعیو، و شما اصرار دارین که بلدن و این اتفاق میفته که شما فکر میکنین لج میکنن. پس سگ ها اولین چیزی که ما فکر میکنیم لج میکنن لج نیست، بلد نبودنشونه. سگ تو اگر این موضوعه که وقتی مثلا تنها این به فرامینت گوش میکنه ولی وقتی یه مهمون میاد حرفتو گوش نمیکنه، اون اسمش لجبازی نیست، اون اسمش اینه که بلد نیست. یعنی چی بلد نیست؟ یعنی سگ تو تا الان توی محیط غریبه، توی جلوی افراد غریبه باهاش تمرین نشده، بهش هنوز آموزش ندادی، هنوز درست شرطیش نکردی. شما اول میخوای سگت توی محیط مثلا اینجا میبریش یه خونه مهمونی یه جایی، خب سگ محیط جدیده، اصلا فضا براش عوض میشه، کپ میکنه، از قلمرو خودش خارج میشه، نمیتونه رفتاریو داشته باشه که تو خونه خودتونم داره. دقیقا یه بچه کوچیکم میبری مهمونی همچین اتفاقی براش میفته، چه برسه به یک سگ. یک آدم بزرگم میبری مهمونی، خودش از خودش خارج میشه، یه رفتارهای دیگه نشون میده، چه برسه به یه سگ. پس اسم اینها لجبازی نیست، اسم اینه که سگت هنوز یاد نگرفته اوکی وقتی فضای من عوض میشه با من تمرین شده، دوباره این فرامینو انجام بدم. آها وقتی مهمون میاد خونمون باز من باید همون بچه باشم که برم سر جام بشینم بخوابم بمونم. ولی وقتی تو بهش هنوز یاد ندادی کنترل هیجانو، وقتی سگت هیجانی میشه معلوم رفتارهای درستی از خودش نشون نمیده، شروع میکنه یک سری رفتارهای اگزاجره انجام دادن، چون که یاد نگرفته، اون بچه نمیخواد با تو لجبازی کنه، تو بهش یاد ندادی. دومی مسئله ای که باز ما توهم میگیریم که سگمون داره لجبازی میکنه، بحث اینه که سگمون استرس میگیره. بچه ها استرس وقتی یک سگ بگیره، استرس یعنی چی؟ وقتی که جاندار تو شرایط کاملا امنی قرار دارد ولی احساس ناامنی میکنه. خب من خودم رو میخوام، آیا من وقتی تو سوار ترن هوایی میشم و داره یه شیبه اینجوری و میاد پایین دارم داد میزنم، آیا لج کردم ساعت 12 شب دارم داد میزنم؟ بابام بهم گفته بود شبا ساعت 12 شب داد نزنم، ولی الان دارم لج میکنم؟ نه، استرس داره به هم وارد میشه، هیجان داره به هم وارد میشه.
طرف میاد میگه آقای قادرپناه من گذاشتمش تو خونه، رفتم عقص رفت روی تخت من جیش کرد. بابا اون عقص برای چی باید بیاد روی تختت؟ با تو چه پدر دشمنی داره؟ فقط مشکل اون بنده خدا این بوده که اون تایم یک استرسی بهش وارد شده. حالا اون استرس برای چی بوده؟ یه در محکم بسته شده تو ساختمونتون، چند نفر اومدن پشت درتون، اصلا نه هیچ کدوم از اینا، فقط به خاطر استراب جداییش بوده و تو اونو محکوم میکنی که تو با من لجبازی کردی، در صورت اینکه به هیچ عنوان اون سگ نمیخواد با تو لجبازی کنه. من و تو انسان میتونیم لجبازی کنیم، بگیم آها تو این کارو کردی، پس از قصد میرم این کارو میکنم، حالت گرفتشه لجبازی میکنم، میگی اینو بخور من اصلا نمیخورم. نه، اون اگر اونو نمیخوره لج نکرده، به خاطر اینکه تو امنیت غذایشو بردی بالا داره بد غذایی میکنه و اینا لج نداره با تو. آها چون که من دیشب بهش غذا ندادم یا مثلا یه ساعت غذاش دیر و پس شد دیگه غذا نخورد، نه امنیت غذایش بالا، نه ساعت بیولوژی که بدنش اونو تعیین میکنه که تو اشتباه کردی. یه مقوله دیگه که داریم بحث هیجانه. هیجان توی سگ‌ها وقتی به وجود میاد با اسمش باز تو فکر کنی سگت داره لجبازی میکنه. یعنی چی؟ آقای قادرپناه برده بودمش پارک، لج کرد، شروع کرد به وق زدن، اصلا به حرف من گوش نمی کرد. دیگه یه نفر رو میبینه لج میکنه به حرف من گوش نمی کنه. نه، سگ تو تو اون تایم تو اوج هیجان قرار داشته. آقای قادرپناه وقتی میخوام وارد خونشم تا منو میبینه جلوی من شروع میکنه جیش کردن. نه، اون از دیدن تو انقدر ذوق کرد که شروع کرد به جیش کردن. پس اینها تعریف های ذهن من انسانه، اینها دیدگاه من انسانه. ولی سگ ها تو سه حالت رفتارهایی نشون میدن که انگار ما که انگار اونا دارن با ما لج میکنن. زمانهایی که واقعا چیزی رو بلد نیستن و ما توهم لج کردن رو میزنیم، زمانهایی که اون بنده خداها استرس دارن و باز ما توهم لج کردن رو میزنیم، و در حالت بعدی اینه که هیجان زده میشن، خوشحال میشن و باز ما هم توهم میزنیم که باز دارن با همون لجبازی میکنن. یک صاحب سگ، من چرا همیشه حرفم اینه، شما دنبال بشین بخواب بمون نباش، شما دنبال اون رفتارشناسی باش. رفتارشناسی انقدر گسترده است که من اگه الان حدوداً 300 تا ویدیو گذاشتم دارم براتون صحبت میکنم، 800 تا دیگه هم بذارم باز مطلب هست. اصلا قرم میاد، دو تا ویدیو ضبط کردم امروز همش قوری قرم میاد قشنگ. خلاصه دمتون گرم که حداقل این ویدیوها رو میبینید، دنبال تغییری تو خودتون که یه زندگی بهتر به سگتون بدید. دمتون گرم، دوستتون دارم، مرسی که به هم انرژی میدین، مرسی که به هم انگیزه میدین. اگر مطلب خاصی، سوال خاصی دارین زیر این پست برای من کامنت کنید که من براتون ویدیوشو بسازم که بتونیم به سگمون بیشتر کمک کنیم. دمتون گرم، مخلصم، دوستتون دارم.